موشکاف. سلام و علیکم، عقور بخیر. موشکاف امشبم تو فاز مذاکراته. این روزا دلواپسان نظام دلواپستر از قبلن. شربت مداری تعارفا رو گذاشته کنار و شیخ پری رو برده زیر چرخ خیاطی. آنچه در خلال اغلب سخنرانی های مقامات دولتی کراراً شنیده می شود، لزوم گسترش آزادی بیان و شکستن انحصار اطلاع رسانی است. این ادعا آنقدر مضحک است که به یقین گویندگان آن هم در دل به آن می خندند، چرا که کسانی این سخنان را می گویند که دهان یک ملت را برای نقد و طرح سخن درباره بزرگترین رخداد سیاست خارجی کشور یعنی توافق ژنو بسته اند و حتی اجازه یک مناظره علمی در دانشگاه را نمی دهند. کسانی این ادعا را می کنند که با ساخت یک فیلم مستند برمی آشوبند و سخن از داغ و درفش و محاکمه می گویند. حرف این جماعت اینه که آقا جون نذارید دهن دل واپسا باز بشه. این مذاکره زده تاسیسات هسته‌ای رو آشولاش کرده. اگه ادامه بدیم فک ولایت هم صاف میشه. شیخ پری هم میگه خفه بمیرید بابا، بدون مذاکره نفس هممون قفس میشه. زهره اتمی که اولشه، خودتونو واسه بقیه جام زهرا آماده کنی. بدانیم اگر ریل‌های مختلف تو این کشور ما انتخاب کردیم، یک ریل برای اقتصاد، ریلی به جهت دیگر برای سیاست خارجی، ریلی دیگر در مسیر دیگر برای فرهنگ، که این لوکوموتیو ها و قطار ها هیچگاه به هم نخواهند رسید. مگر میشه توی یک کشوری فرهنگش از اقتصادش، اقتصادش از سیاست خارجیش، سیاست خارجیش از علم و فناوریش، مگر میشه اینها از هم جدا باشه؟ بله، منظورش اینه که همه با هم باید بیایید بشینید بر دل عظما، به سلامتی کوسه زهر رو بندازید بالا. برق پاره های کوسه هم همین حرف رو اینجوری رله میکنن. تفکیک دو مقوله اقتصاد و سیاست در دنیای امروز از جمله ناممکن هاست. این انفکاک ناپذیری غیر قابل انکار هم در حوزه داخلی و هم در عرصه بین المللی به وضوح مشهود است. یعنی آقا اقتصاد و سیاست و فرهنگ و حقوق بشر و عباب و عمامه عظما و خلاصه دار و ندار رو باید فرو کنیم تو پاتیل زهر. اولاقچی هم که ساقی ارشد جام زهره هول هولکی اومده تو تیویریش تا بگه آقا زهره اتمی نگو، مایه حیات بگو. ما به دنبال تفاهم هستیم، حتما میخوایم یک تفاهم داشته باشیم، ولی توافقی که حقوق ملت ایران رو تأمین بکنه. مذاکرات از نظر ما در مسیر درستی پیش میره، اگرچه خیلی سخت و کند هست، ولی مسیر درستی هست. با این مسیر اگر به تفاهم میشه به تفاهم رسید، به شرطی که در طرف مقابل هم حسن نیت و هم اراده لازم و هم واقع بینی وجود داشته باشه، به واقعیات صحنه توجه بکنن، در این صورت هست که به تفاهم میتونه برسه. حالا برای اینکه معلوم شه این وسط خود خامنه کجا وایساده، بریم یه سری به تیویش عظما بزنیم، ببینیم نوچه‌های غیر دلواپس خامنه چجوری تیم مذاکره رو پیش پیش و موش موش میکنه. حرف اینام اینه که بی تو هرگز بی جام زر اصلا فکرشم نکن. تیم مذاکره کننده بسیار خوب ظاهر شد، با توجه به خطوط قرمز و منافع ملی کشور یک قدم هم عقب نشینی نکرد و نخواهد کرد. تحسین میکنیم تیم مذاکره کننده به جد روی مواضع انقلاب اسلامی ایستاده و خط قرمزها رو در این مذاکره رعایت کرده. در حال آنچه از فضای سیاسی ایران برمی آید این است که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را با جدیت و با هدف رسیدن به توافق نهایی ادامه می دهد.
اما در این مسیر از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. پیش پای شما یکی از این رفقا از بنده موشه ها پرسید که آقا بالاخره حرف کدومشون درسته؟ زهر رو بخورن به فنا میرن یا نخورن؟ موشکاف عرض کرد استثناءن جفتشون درست میگن. گیر کردن سر گاو ولایت تو خمره اتمی یعنی همین. موشکاف